در مورد یکی از قطعات دیگر موسیقی پاپ صحبت خواهم کرد که متوجه خواهید شد که چرا وقتی من صحبت میکنم که فرهاد یک سر و گردن از موسیقی ایران بالاتر بود، علتش چی هست و ما در دورانی هستیم که اسطوره هایی در موسیقی پاپ متاسفانه ایجاد شدن که 7 تا نوت در داخل یک گام دیاتونیک رو نمیتونن درست بخونن و خارج میخونن، یا حتی اندازه یه نیم پرده، یعنی حتی یه مود دیگه ایجاد میشه. اینو بذارید در مقابل موضوعی که امروز با هم دیگه مرور خواهیم کرد، که شما خواهید دید که نه تنها جدای از اون مینوری که ما همیشه راجبش صحبت میکنیم، فریژیان رو با هم مطرح خواهیم کرد، میکسولیدیان رو خواهیم دید، و جدای از این که شما با خواننده‌ای روبرو هستید که گزیده کاره، نشون میده وقتی خواننده‌ای داره قطعه‌ای رو انتخاب میکنه یک چیزی درش دیده. و حالا اینم بذارید در کنار این که خود خواننده یک نوازنده هم هست و به خوبی میتونه پیانو بزنه و علم موسیقی داره، همه اینا در کنار هم و اشتراکی که این قطعه ایجاد میکنه با قطعه دیگری که حالا کودکانه یا بوی ایدی که من در ویدیوی دیگری راجبش پرداختم، شباهتی که بین اینا ایجاد میشه از یک نشون میده که تصادفی نیست و حتی بین این دو تا قطعه تنها کسی که مشترکه شاید فرهاد هست دیگه و تأثیر خود خواننده رو این قضیه نمیشه کتمان کرد. و ببینید خب وقتی ما داریم میگیم بالاخره فرهاد جزء کسی است که میتونه در جهان ما بهش افتخار کنیم، بگیم در موسیقی پاپ ما یک چنین افرادی هم هست، اینا بذارید کنار بعضی از قطعات واقعا چیپی که نمیدونم واقعا چرا اینجوری شده، حالا آدم واقعا افسوس بخاطر همین زیاد علاقه به موسیقی پاپ نداره. حالا مواردی که با هم دیگه مرور خواهیم کرد، ملودی آهنگو میزنیم با هم دیگه میتونید اجرا کنید، جدای از اون خیلی علاقه دارم که اینو شما به رنگ و بوی مودال قطعه دقت بکنید. و یک نکته خیلی عجیب و رازآلود داره در قسمت سوم، چون این تیکه آهنگو من به سه قسمت تقسیم کردم، قسمت اولشو که شنیدین، قسمت دومی داره و بعد قسمت سوم. اون قسمت سوم یه نوت لابکاری درش هست که بسیار عجیب است و حالا اینو با هم دیگه اجازه بریم جلو ببینیم چه تئوری میتونیم برای یک چنین نوت عجیبی واقعا و تاثیرگذاری بتونیم ارائه بدیم. من گام آهنگ رو برای اینکه هارمونیشو بتونیم تحلیل کنیم در فا مینور انتخاب کردم. اگه به دایره پنجم ها مراجعه بکنید، فا مینور رو پیدا بکنید، اونجا خواهید دید که 4 نوت بمول شده درش وجود داره. گفتم از این جهت بدم نیست که لیمادار فقط هم دیگه لا مینور نگیم دیگه، در فضایی که تازه حالا همه اکثر حالا قطعات متاسفانه موسیقی پاپ ما اکثرا مینوره، حالا آمار ندم نمیدونم یه عدد خیلی بالایی باید بدیم، ولی خب وقتی یه چنین قطعه مودالی میاد که مودهای مختلف و همزمان در کنار هم به شکل خیلی درهم تنیده و پیچیده استفاده میکنه، واقعا یه چنین قطعاتی غنیمت هستن. با فا مینور آغاز میکنیم. در دایره پنجم ها فا مینور 4 نوت بمول شده درش هست که لا و سی و ر و می اینا هستن، که حالا من از فا شروع میکنم به اینا 4 تا نوت داشت. پس اینا خوب حالا یادداشت میکنیم چی کار میکنیم، این دوتا نوت رو داریم که 4 تا اینا رو داشته باشید. فعلا اول ملودی رو با هم دیگه نگاه کنیم. 3 قسمت خواهد بود که قسمت سوم عرض کردم که یه تاکید خاصی بر رو قسمت سوم دارم و قسمت اول فرق نمی‌کنه. قسمت اول هم ابتدا با مینور در ادامه یک آلتره، نوت آلتره درش ایجاد میشه، از 2 شروع میکنه که دامیننت هست و اتفاقا این فا و 2 که میبینید توی راست و پنجگاه و ماهور هم خیلی از اون قطعه‌ای که من در مورد بیاتا گل برافشانی تری کردم، این فا و 2 رو اونجا میتونید ببینید. اینجا می به فا رسید، حالا میره اون بر میگه، میبینید که اینجا وجود داره درش. و حالا برگردیم همینجا، از 2 شروع میکنه که دامیننته، دقت کنید به همین لابه مولی که از یک پایینتر، یه درجه پایینتر، از 2 یه دونه پایینتر میشه سی که قرار شد بمول باشه، و بعد از فا یه دونه پایین تر میشه می که اونم بموله، روی دامیننت تموم شد که باز همین حالت کششی که به این سمت ایجاد شد از این نیم پرده استفاده کرد به اینجا. رو همین میتونیم آکورد گذاری کنیم، از فا میتونیم شروع کنیم، به نظر میرسه فا مینور که آپشن مناسبی باشه واسه شروع.
6 8 هست متر آهنگ که نکته خاصی در اون مورد نداره. یک سکوت خواهیم داشت، سکوت دو ضربی. خب این داره به شما میگوید که این آکورد مناسبی است دیگه. این همون آکورد فا مینور هست. تا اینجا همچنان همونه. اینجا رو دقت کنیم، این رفتش روی بعدی. پس کل این میزان رو میتونیم با یک آکورد بریم جلو. اینجا میرم روی اینجا به نظر میرسه باید هارمونی عوض شد. حالا اینجا برای اینکه تنوعی در هارمونی ایجاد بشه، شما میتوانید این آکورد رو با یه آکوردی جایگزین کنید به این شکل که این دوتا رو حفظ کنید، یه دونه اینجا ری بمول اضافه کنید به این حالت، و برای اینکه حالا از نوع هفتم باشه، گسترش یافته باشه، از این میتونید استفاده کنید. خب یه مقدار به نظر میرسه حال و هوای هارمونی رو میتونه بهتر بکنه. پس اینجوری به این حالا من اگه بزنم اینجوری میشه. چون این هست دیگه، فا بینش هست، این هم هست. این دوتا نوتی که توی ملودی بوده رو من حفظ کردم و از یه آکورد دیگری استفاده کردم که روی درجه ششمه دیگه، اینجا از ری بمول، این فا سول لا سی دوره. این هم میتونه باشه یه تنوعی در هارمونیست. حالا اینجا روی سول که میرسم، آپشن بعدی مشاهده میکنی که اینجا سول رو من دارم. حالا اینجا شما به جای اینکه از این استفاده کنید، میتونید از این هم استفاده کنید، یه آکورد مشترک دیگه به این حالت میشه. همین اتفاقا این نوت سول اینجا هم وجود داره. و بعد در ادامه، خب اینی که مشاهده میکنید این آکورد براش مناسب هست که آکورد می بمول ماژور هست. حالا من ترمین اینجا سلیقه واقعا تنظیم آغاز میشه که شما اگه برید روی این آکورد، یه مقدار حال و هوای موسیقی تونال داره. شما آکورد درجه پنجم از قبل، من در مورد هارمونی موسیقی تونال و مودال و تفاوتاش صحبت کردم. من ترجیح میدم که از آکوردهای جانبی که همونجا معرفی کردم استفاده کنم. یعنی وقتی که فا هست جانبیش میشه این، که از این به نظر همونی که در ادامه رفتم سمتش، همون اساس همون استفاده کنم. چون وقتی میرم اینجا یه مقدار رنگ و بوی تونال میگیره، البته خب ایرادی نداره، بالاخره اینم میتونه باشه. و بعد ادامه تا اینجا هم که همین میتونه باشه، مشکلی نداریم. حتی میتونی اینا بعد بری تازه بری بعدی، خیلی راحت میتونی این کار کنی. ولی به نظر میسه یه مقدار این انتهاش باید من یه تغییر در آکورد داشته باشم، که حالا میتونید نکنید، باز تاکید مثلا اینا قواعد دو دو تا چهار تا نمیشه هیچ وقت در موسیقی. ولی من از همینجا میتونم برم روی دو و بعد بیام رو فا. این یه کادانس کامل برای من ایجاد میکنه که بازم جزء حال و هوای موسیقی توناله. میتونید اینا رو با هم ادغام کنید، بعضی جا مودال باشه، بعضی جا تونال باشه. مهم اینه که با علم این کار انجام بدید و شانسی انجام ندید. پس با این اوصاف وقتی که میرسم به اون قسمت آخر، اینجا دویی که هست و من اجازه بدید برم سمت، حالا من در قطعه‌ای که نواختم این کاری کردم، یه چنین حالت نیم پرده‌ای رو ایجاد کردم که حرکت از پایین به سمت بالا رو توی قطعه داشته باشیم. قسمت بعد تکرار میشه. حالا حتی شما میتونید این تکرار، ولی آخرش عوض میشه. اون آخرش جاییه که من خیلی راجع بهش صحبت دارم، یکی از قسمت‌های بسیار مهم ها، همین قسمت ادامه همین قضیه است. ولی اینجا حتی شما میتونید آکورد جایگزینی که من گفتم این رو در قسمت دوم استفاده کنید. بهتره در ابتداش زیاد شنونده رو دچار چالش نکنید از دیدگاه تغییر در هارمونی. یعنی اول که میزنید اینجوری بزنید، با یه هارمونی ملایم انگار موج دریار، ولی در قسمت دوم که میخواید بزنید اینجوری باشه. خب این یه مقدار شاید بگه که یه فرقی ایجاد کرد نسبت به قسمت اول، ولی حالا این قسمت من با این کار ندارم، ادامه شو کار دارم. اینجا هستش که تفاوت این قدرت خوانندگی مشخص میشه. و ما کسی که گفتم کلن توی یه گام
خارج میخونه، اینجا حالا شما باید از این برسید به این، و تازه در شرایطی که تا الان سولو به صورت بکار اجرا میکردین، حالا باید به صورت بمول اجرا کنین اینو. این سوال اینه که به لحاظ تحلیل تئوری این معنی این چیه؟ چون ما شبیه همین رو در قطعه کودکان هم داشتیم. من احساس میکنم که خود فرهاد تو این قسمت داره اهمیت و نظری که داشته، شاید مهم نمیدونم این، حالا اصلا نمیخوام نظری بدم، ولی اونجا هم گام لامینور بود که آکوردی که استفاده شده بود از درجه دوم که سی هست نیم پرده بیاد یه آکورد ماژور بسازیم. اینو من اینجا این آکورد اونجا توضیح دادم که بهش میگن آکورد نئوپولیتن، و در مورد آکورد نئوپولیتن هم من یک ویدیو جداگانه تو موسیقی کلاسیک می چقدر میتونه موسیقی کلاسیک ما کمک بکنه برای اینکه بتونیم موسیقی پاپ رو بهتر کنیم، از این وضعیت فاجعه خارج بکنیم. اینجا همینه، شما گامتون فا مینوره، بریم درجه دومو پیدا کنیم، نیم پرده بیارید پایین، میرسید به یک آکورد ماژور رو این بسازیم. من یه بار اتصال این دوتا رو به هم بزنم، تازه اینجا یه نوت آلترا شده دیگه هست، می رو مشاهده میکنی، قبلا می بمول اجرا میکردیم، این بود، الان شدین این تغییر در مود رو دقت میکنین تو قطعه. امیدوارم وقتی میشنوید به اینا دقت کنین. و پس دو تا الان من تغییر ایجاد کردم اینجا، این تغییری که می بمولی که تبدیل به می شد به خاطر ایجاد نوت محسوس بود، شبیه کاری که ما در مینور هارمونیک انجام میدیم و درجه هفتم رو نیم پرده آلتر میکنیم به بالا که گرایش پیدا کنه به سمت فایت. ما شبیه همین کار تو هارمونی قسمت قبل کردم، این دقیقا اینجوری بود. این حالتی که ایجاد میکنه یه حال نیم پرده خیلی میتونه حالت هارمونیک جذاب ایجاد کنه، شبیه همین اینجا استفاده شده و خود ملودی هستن دیگه، در هارمونی در خود ملودی هستن این اتفاق افتاده. اما جالب تر از اون این قسمتی است که مشاهده میکنید، شما وقتی درجه دومه یه گام مینور رو آلتر کنین به پایین بمولش کنین، دو تا تفسیر میشه داد به این، یکی تفسیر از دیدگاه موسیقی تونال و دیگری از دیدگاه موسیقی مودال. این اسامی هم اجازه نده شما رو بترسونه، اینا همش البته من تدریس کردم ولی یه جوری میگم که نیاز نباشه اینا رو بدونید. هر دیدگاه موسیقی تونال آکوردی که برای هر آکورد یه فانکشن یه عملکرد تعریف میشه، که همونجوری گفتم اسم این آکورد آکورد نئوپولیتانی هست که آکورد ماژور روی درجه دوم بمول شده گام مینوره. اینا رو ویدیوش من میذارم واسه. البته در موسیقی کلاسیک به صورت ششم ازش استفاده میشه، بهش میگن نئوپولیتن 6 ششم، ولی اینجا خب ما در حالت خود اوریجینال نئوپولیتن استفاده کردیم. علت اینکه چرا این اتفاق میافته، اون کششی که ایجاد میشه چیه بمان، اما من نمیخوام از این دیدگاه به این بپردازم، اتفاقا میخوام چون اینجا ملودی داریم، ما رو این فواصل فرکانسی داریم ملودی اجرا میکنیم، پس انگار داریم یک مود جدید رو به شنونده معرفی میکنیم. اینجا پس اجازه بدید بگیم چه مودیه، و مودی که از ساختن یک از تغییر در درجه دوم گام مینور ساخته بشه چیه؟ به ویدیو مربوط اگه مراجعه کنید گام فریژیان خواهد بود. گام فریژیان شما همینو که درجه دومش اگه بیارید اینجا، فریژیان که معادل دستگاه شوره، تعدیل شده شوره، چون ما در شور درجه دومو یک چهارم میاریم پایین، اینجا خب برای اینکه تعدیل شده تامپرس بندازی یک دوم میاریم پایین. مثلا یه قطعه ای که من توی شور هست و به صورت تبدیل شده اینجا بزنم، شبیه اون شوری نمیشه که من همیشه اجرا کردم، واقعا تبدیل شده است دیگه. بله آخر پس این همه حال هوا و این میام که اینجا مشاهده میکنید برای اینه که حالت محسوس پیدا کنه به سمت نوت تونیکی که داریم. حالا پس من اگه اینو بخوام الان آکورد گذاری کنم قسمت آخر رو، پس گفتیم رو آکورد ماژوری که روی درجه دومی که بمول شده باشه ساخته میشه. حالا اینجا یک اتمامی رو گویا میخوام اینجا پیاده سازی کنم که شبیه قبل هست دیگه، میتونیم از شبیه همون چیزی که در قسمت قبل داشتیم از همینجا استفاده کنیم. دقت کنی که از می به صورت بکار استفاده میکنم. خود اینم الان یه آکوردش از نوع نهم میشه، نه اصلا من همینه که اینجا هست و چون من اینجا چیزی که داشتم دو دیزه و اینجا در صورتی که الان من چیزی که دارن اینا رو کنار هم بزنم این میشه. این هم شبیه همون آکورد نهم افسوده ایست که در قطعه بوی ایدی وجود داره.
نه به نظر میرسه قسمت اتمام خوبی باشه. مثلا اگه این قسمت رو با هم بزنم، اون تغییر مودالیته به سمت فریژیان هارمونیک رو دقت داشته باشید. قسمت اول خود قسمت اول دو قسمت داشت دیگه، که در یک بار رو مینور بود، دفعه دوم یه تغییر مود داشت. ادامه قصه جذابتر میشه تازه و میره جایی که از یه نوت آلتره به نام لابکار استفاده میکنه. داشته باشه. قسمت دوم البته خب تکرار همینه دیگه، من اینو الان کار دارم، بعد در ادامه قسمت سومی هست که به اونم خواهیم پرداخت. اینجا وقتی که من از لا استفاده میکنم، اول آکورد من آخرین آکوردی در قسمت قبل داشتم فا مینور بود، اینجا یه تغییر انجام میدم، تبدیلش میکنم به فا ماژور. لایی که اینجا بمول بود تبدیل میشه به لا بکار، آکورد من از فا ماژور به فا مینور تبدیل میشه، مثلا اینجوری میشه. و الاخر شبیه این آلتری که اینجا میبینید در هارمونی که من برای بیاتا گل برفشانی اونجا دقیقا همینو داشتم، یه نوتا نیم پرده تغییر میدید توی تحلیل هارمونی قطعه لابیز بلو، اونجا هم شبیه همین داشتیم، اونجا هم از مینور به ماژور چنین تغییر رو داشتیم در عدد قسمت دوم. ولی اینجا پس من یه چیزی که دارم فا مینوره تبدیلش میکنم به فا ماژور، یه نوت اینجا لارده. پس اگه دقت کنی اینجوری شده قطعه، تازه الان به این حالت سی رو به مول استفاده کردیم و ولی سی همچنان به موله دیگه، سول هم به صورت بکار استفاده و مود فریجیانی که گفتم دیگه استفاده نشد. روی فا تموم شد، میام از نوع به موله. این حالتی که مشاهده میکنین اگه بخوایم معادل سازیش کنیم، معادل فا ماژوری میشه که یه نوت درش تغییر کرده. فا ماژور شما آکوردش هم فا ماژور بود دیگه. فا ماژور اگر شما به دایره پنجم ها مراجعه کنی، فقط یک نوت بمول شده درش وجود داره، اونم سی است که بمول شده، که اینجا دیدید استفاده کردیم. اما شما علاوه بر اون یه دونه می هم اینجا بمول شده استفاده کردیم، خب این دیگه نمیشه ماژور، چون در ماژور درجه هفتم با تونیک نیم پرده فاصله داره. این تغییری که ایجاد کردیم بهش میگن گام میکسولیدین، همان گام ماژوریست که درجه هفتمش نیم پرده به سمت پایین آلتره شده باشه یا بمول شده باشه، و این الان مود قضیه رفت به سمت میکسولیدین. اینکه این قسمت ببین، و البته خب چیزی که مشاهده میکنین از لا شروع شد و به فا تموم شد. روی این لا چقدر تاکید داره، و ادامه داستان که حالا بهش خواهیم رسید. برای اینکه این قسمت رو من بتونم هارمونیزه بکنم، شما خب ابتدای قضیه که اصلا قطعا باید با همین باشه، برای اینکه تغییر در اون مود رو از مینور، یا بهتر حالا چون من دارم مودال حرف میزنم بگم ایولین. پس اگر این رو بنوازیم اینجوری میشه، تا اینجا خوبه، این هم که اوکیه چون میرسه به دو، این همه اینا جزء نوتای تشکیل دهنده این قضیه است. رفتیم دوباره همون موردی که داشتیم، خب می درش به مول بود، در میکسولیدین هستیم، دقت کنید می درش به مول. تو فا ماژور اگر بودید باید شما از می به کار استفاده میگیرم، من اصلا که آکوردی که من زدم این بود، در سی که درش به مول، سولم به کاره، اینم میکسولیدینه. و خب این حالا میشه البته اینجا باز برای اینکه تنوع در هارمونی ایجاد بشه، من اینم گفتم نارتون جایگزینی، به جای اینکه مستقیما برید روی این، یه چنین مثل کاری که الان چند دقیقه قبل من انجام دادم، یه چنین حالت ملودیکی در هارمونی داشته باشی، یعنی به جای اینکه مستقیما اینو بزنید، قبل از اون اینو بزنید، یه رفتار گذار مانندی هم داشته باشید. یه بار دیگه من اینو اگه با این تیکه اجرا کنم، یه حرکت ملودیک
این میشه می بمولی که درجه پنجمش بمول شد، می بمول ماژوری که می بمول ماژور اینه که درجه پنجمش آلتره شده به پایین و بعد میرسه به این. و در ادامه این که به نظرم همین خوبه. حالا بازم میتونم همون کار انجام بدم، این چون به دست راست دقت کنیم این حرکت رو اینجا من ایجاد کردم الان دیگه، گفتم میتونی به جایی که اینو بزنی اینو بزنی. برای انتهای قضیه هم از همون آکورد جانبی که گفتم استفاده کنین که دیگه کادانس پنج به یک و اینا استفاده نکنین، از می بمول به فا که انتهای خوبی میتونه باشه، که قسمت آخرش اینه، این حالا از بالا کشش پیدا میکنه اینجوری میشه. مثلا این تیکر رو من کلن بزنم به این حالت خواهد شد. تکرار شما میتونید یک خط باس طراحی کنید. این فرض کنید من اینجا هستم، میخوام الان باس من فاه، تو بعدی میخوام تبدیل بشه به می و بعد تبدیل بشه به می بمول، یه چنین حرکتی داشته باشم در قسمت باس. پس اینو میتونم انتخاب کنم، بعدی میتونم این دوتا رو ثابت نگه دارم، اینو بیارم پایین تر از آکورد دقیقا، این اگه بیارم بذارم بالا آکورد لامینور الان چیزی که مشاهده میکنین، و خب ما قرار شد می رو به صورت بمول شده استفاده کنیم دیگه، ولی یه نوت خارج از گام جذاب میتونه باشه. حالا وقتی میرسم به این، اینجا من میتونم از می بمول مجددا استفاده کنم یا میتونم حتی از می بمول کاسته استفاده کنم، که اینم خود یه حالت گرفته تری ایجاد میکنه برای من، که فا درش دیز هست، لا درش وجود داره و می هم درش بموله، این هم یه آپشن، و بعد به چسبونمش به می بمول که اینجا مشاهده کنم، که این حرکتی که اینجا دیدی تو اینم هست، این حرکت نیم پرده ای، یا حتی همون میتونید به چسبونش به، یعنی به جای اینکه آپشن های مختلف، نه همه آپشن هایی است که بستگی داره که شما میخواهید تو هارمونی گرفتگی ایجاد کنید یا نه، چقدر از فواصل نامطبوع استفاده کنید. مثلا اگه من همین تیکر رو دوباره بزنم با اون حرکت رو به پایین، اینجا حتی میشه اینجوری هم کادانس داد، از همین آکورد نامطبوع استفاده کردم، یا حالتوی قبلی، هر کدوم رو دوست داشت. قسمت سوم رو با هم دیگه شروع میکنیم که این قسمت خیلی جذابتر میشه قضیه، و آکورد آغازین همون فا ماژوره، تفاوت قضیه رو متوجه شدید یا نه؟ قطعه از لا به کار آغاز میشه، میره روی ر بمول، سی هم درش بموله، می هم درش بموله، رفتش روی لا بمول، یعنی در ابتدا از لا به کار استفاده کرد، در ادامه از لا بمول استفاده کرد، و این دیگه اوج ابهام قضیه است. یعنی اینکه خب چطور شد، یعنی شما توی یه قطعه یه ملودی همزمان دارید از هم از لا به کار استفاده میکنین، هم از لا به مول استفاده میکنین. اگر دنبال هستید که اینو تونال نگاه کنید بهش و اینا، یکم به نظرم میرسه سخت باشه باز قضیه، ولی حالا میشه از گام های بیباپ استفاده کرد. گام بیباپ بی ای بی او پی بیباپ گام هایی هستن که یه نوت بهش اضافه میشه، یعنی شما یه گامی دارید مثلا اینجا حالا فا مینور است، و بعد یک نوت لا به کار هم اضافه میکنین، شما هم از لا به کار استفاده میکنین هم از لا به مول، این یک نوع تفسیر هست. یه جورایی میشه این ابتداش رو شبیه به مود دوم گام آکوستیک هم گرفت، یه گام آکوستیک مود دوم، یعنی درجه دومش به دومش برسیم. من الان کاری که کردم این بود که لا به مول رو نیم درجه بردم بالا،
یک چیزی شبیه به کاری که ما تو دستگاه همایون انجام میدیم. تو همایون هم درجه سوم رو که در کیس ما لا هست و بمول بودر میبرم بالا، که اگر البته خب در همایون شما درجه دومتون هم بموله. این فواصل تعدیل شده نام همایون هست. ولی حالا چارگاه هم این حالت رو داره، یعنی مشترک دانگ اول چارگاه و همایون با هم دیگه شبیه هست دیگه. ولی ما در اینجا اینو همچنان حفظ کردیم، درجه سوم آلتر کردیم به سمت بالا، و نه فقط همین، در ادامه از خود همون استفاده کردیم. اینو من از دیدگاه مودال اگه بخوام تفسیر بکنم، به این داستان میگن مودال میکسچر، یعنی اختلاط مودها. به عنوان یک قاعده دارم آموزش میدم که شما میتوانید وقتی از یک مودی استفاده میکنین، از هر چی، ماژور استفاده، ماژور معمولا نمیگن، حالا بهتر اسامی همون، اگه مینور میگید ایولیان بگید یا آیونیان بگید و این چیزا دیگه، شما میتوانید از مودهای موازی اینها، مودهایی که به هم دیگه شبیهن هم استفاده کنید. خیلی ساده بگم این درش بموله، بموله اگه یه بار دیگه ببینید، بجز این اولی، این ره بسترش بموله، این بموله، این هم پس داره میرسم به همون گام فامینور اولیه خودم، با یه تغییر که به جای لا بمول یه جایی از لا بکار استفاده شده. این دقیقا همون داستان است که شما میگید من یک فامینور دارم، یه گام موازی باهاش دارم که فاماژوره. یکی از تفاوتهای فاماژور با فامینور همین نوت لاییست که بگاه دیدید در قسمت قبل اتفاقا از همین استفاده کردیم دیگه، از همین لا بکار. اینجا خب آهنگساز اومده گام فام مینور استفاده کرده و بعد یه نوت از ماژور معادلش که فام ماژور باشه تزریق کرده به نوتهایی که اینجا استفاده کرده. حالا شما میتونید همین کارو با میتونید دوریانش استفاده کنید، مثلا برید ببینید دو فا دوریان چه جوریه، چه نوتایی مثلا از اون استفاده کنید. اینجا دیگه دست شما بازه، بی‌نهایت حالت‌های مختلف شما میتونید داشته باشید. کار تازه یه نوت اینجا، من اینجا لا رو الان اضافه کردم، شما میتونید دیگه اضافه کنید، چون فقط تنها تفاوت اینا در نوت لا نبود که، و همه اینا در نهایت به احساس میرسه که شما بتونید اون منظور چیزی که مد نظرتون هست رو منتقل کنید. بس یه بار دیگه اگه بزنید اول از لا به کار استفاده می‌کنید، این تیکه دوباره همین تکرار میشه، آخرش عوض میشه، شبیه اون چیزی که در ابتدا داشتیم، دوباره از لا به کار. یعنی باید خواننده بتواند همزمان این دوتا رو با هم توی یک گام داشته باشه. و اینجاش عوض میشه. وزمی به صورت بکار مجددا استفاده شد. حالا اگه من اینا آکورد گذاری بکنم به این حالت خواهد شد. این که مطمئنم باید همون حالت رو نشون بده دیگه، که من از فا ماژور میخوام استفاده کنم. حالا اینجا شما میتونید یه نوت هفتم استفاده کنیم برای اینکه خیلی تکراری نشه، و درجه هفتم هم اضافه کنیم. تا اینجا بهش اینو میخواید آکورد گذاری کنید. خب این چی میتونه باشه؟ این خب من این دو تا نوت رو نگه میدارم، اینو اضافه میکنم، میتونه باشه سی بمول مینور که هم فادرش هست، همین دو تا نوتی که دارم، یعنی این دو رو به عنوان عبوری در نظر گرفتم اینو استفاده کردم. خب هم این ره بمول تو گام هست، هم سی بمول تو گام هست، نوت آکورد خارج از گام نیست. یه بار دیگه تا اینجا. حالا میریم پایین. خب اینجا میتونیم بریم به می بمول، چون اینجا هست دیگه، اینجوری میشه. حالا اینجا میخوام عوض کنم، اینجا چون روی لا بمول هست، لا بمول ماژور آپشن مناسبی میتونه باشه. دوباره تکرار. حالا اینم حتی میتونه استفاده کنیم، یعنی به جای اینکه از فا ماژور هفتم استفاده کنیم،
از می بمول استفاده کنین که توی گامتون هست. این هم یه آپشن هست، میشه هر دو حالت رو زد اینجوری. این یه حالتی که از می بمول بود، حالا دومی یه مقدار نامطبوع‌تره به خاطر اینکه این دوتا نیم پرده هستن. ادامه قضیه حالا اینجا و حالا این حالا یه قسمت خیلی به صورت پیانو باید اتمام داشته باشیم. این به نظرم خوبه. حالا اینجا شما میتونید از آکوردهای متنوع استفاده کنید، میتونه از این استفاده بشه یا از همون این استفاده کنید یا حتی از خود همین. در اینا با هم شبیه هم، اینی که دارم من اگه دوتا وسطی رو حفظ کنم این رو بذارم میشه این، اگه این دوتا رو حفظ کنم از این استفاده کنم میشه این، میشه ر بمول ماژور که باز همون حالت رو میتونید داشته باشید. چون اینجا من بین این دوتا نوت بازی میکردم دیگه، اینجا تفاوت بین این دوتاست. اولش که تکراری بود، حالا اینجا میتونید همین رو با همین تموم کنید. که اتفاقا یکی از اون مواردی بود که من اشاره کردم که میشه استفاده کرد، یعنی حل شدگی به سمت پایین. این آکورد دقیقا نیم پرده بالاتر از اینه هر کدوم از نوتاش. حالا حتی این قسمت آخرش که به این حالت شد، شما میتونید از یه آکورد رو سول استفاده کنید برای اینکه یه حالت کادانس پیدا کنه. از سول استفاده کنید، مثلا یه چنین چیزی، مثلا اینجوری میشه. چون این حالت اصلا نمیخوام من حال و هوای موسیقی تونال پیدا کنه، در نتیجه اجازه بدید من این آکورد رو ولش کنم. همون از همون شاید تغییر هارمونی ضعیف‌تر بشه، ولی این شاید همون بهتر باشه. چون فا هم حالا بینش هست دیگه، این چیزی که اینجا میبینید. مقایسه کنیم با این، این مقدار نامطبوع‌تره دیگه. قسمت آخر اگه یه بار دیگه بزنیم،